در این بخش از نوسان دعوت کردم از آقای چاهری، کارشناس مسائل نظامی، به استودیوی نوسان بیان و در رابطه با سیلی جانانه دیشب صحبت کنیم. آقای طاهری سلام. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان محترم و همه همکاران گرجمند. زنده باشید. آقای طاهری، شما احتمالاً از ابتدای حملات دیشب و پاسخ به رژیم صهیونیستی و تنبیه این رژیم جنایتکار در جریان بودید. توی فضای مجازی اخبار خیلی زیاد منتشر میشه، حرفا زیاده. من میخوام جزئیات این حمله رو از شما بپرسم و اهمیتش رو و اینکه چرا رژیم صهیونیستی بعد از اینکه این حملات انجام شده شروع کرده به واکنشی که نه اتفاق خاصی هم نیفتاده، چیزی هم نشده، اصلا درد هم نداشته از این بحث. خواهش می‌کنم. به نظر ما نیازمند این هستیم که ابتدا یه نگاهی به ساختار پدافند هوایی ارتش رژیم صهیونیستی داشته باشیم تا بتونیم ابعاد این عملیات رو بهتر درک کنیم. خب با توانمندی موشکی پهپادی خودمون تا حدی آشنا هستیم، ولی فکر کنم مخاطبین محترم نسبت به سیستم پدافندی ارتش رژیم صهیونیستی کمتر آشنایی داشته باشه. ارتش رژیم صهیونیستی بعد از سال 2006 که مجبور شد ادبیات دفاعی رو وارد دکترین نظامی خودش کنه، یک تغییرات ساختاری جدی در ساختار پدافند هوایی خودش ایجاد کرد. تا قبل از سال 2006 و جنگ 33 روزه پدافند هوایی توی ارتش رژیم صهیونیستی بر مبنای تقسیم بندی های منطقه شمالی، میانی و جنوبی عمل میکرد و تمرکزش برای مقابله با جنگنده های کشورهای عربی مثل مصر و سوریه و اردن بود و سامانه های پدافندی هم که در اختیار داشت برای همین منظور بود. اما زمانی که دو جنگ 33 روزه برای اولین بار با تهدیدات راکتی و موشکی به صورت انبوه و در عمق سرزمین های اشغالی مواجه شد، به فکر این افتاد که یه تغییر جدی تو این ساختار بده. بر همین اساس اومدن ساختار پدافند هوایی از حالت منطقه‌ای خارج و یک ساختار یک پارچه پدافند هوایی ایجاد کردن و بر این مبنا نظریه دفاع چند لایه رو ایجاد کردن و تمامی ساختار پدافند هوایی ارتش رژیم صهیونیستی تحت مدیریت یک مرکزی به نام مرکز ملی مدیریت تصویر بالستیک که مقرش هم در همین تل آویو هست قرار گرفت. بر مبنای این نظریه دفاع چند لایه نیاز بود تا سامانه های دفاع هوایی توی رژیم صهیونیستی به کار بره که قادر به پاسخگویی به تهدیداتی که رژیم صهیونیستی با اونها مواجه بود باشه. بر همین اساس سامانه های متنوعی طراحی و تولید شد که معروف ترین اونها سه تا سامانه است به نام سامانه های گنبد آهنین، فلاخن داوود و سامانه آرو یا پیکان. و این دفعه تمرکز دفاع هوایی اسرائیل به جای مقابله با جنگنده بر مقابله با انواع راکت ها و به خصوص موشک های بالستیک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. خب یه غلط مصطلحی به نظرم وجود داره، این که بعضیا فکر میکنن گنبد آهنی به کل شبکه یک پارچه پدافندی ارتش رژیم صهیونیستی گفته میشه. دست میکنم اون سامانه ضد راکتی شه. بله، فقط یکی از سامانه های ارتش رژیم صهیونیستی سامانه گنبد آهنین هست که وظیفه مقابله با تهدیدات در برد و ارتفاع کوتاه و به خصوص راکت های گروه های مقاومت رو به عهده داره. سامانه بعدی سامانه فلاخن داوود هست که یک سامانه برد و ارتفاع متوسط و وظیفه مقابله با راکت ها و موشک های برد و میان برد و همچنین جنگنده ها رو به عهده داره. و سامانه آرو یا پیکان که الان آرو 2 و 3 در سرزمین های اشغالی به صورت عملیاتی با رادارهای گرین پاین و سوپر گرین پاین عملیاتی هستند، وظیفه مقابله با تهدیدات موشک‌های بالستیک دوربرد و به خصوص موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو به عهده دارن. یه نکته‌ای که هست، من توی برنامه‌ام گفتم، الان عددی که گفتم که عددی که رژیم صهیونیستی اعلام کرده بوده که من هزینه برخورد موشک‌هام بوده با، یعنی سامانه پدافندی بوده با موشک‌های ایران، 1,350,000,000 دلار هست. البته میگم این کفش بود، تو شبکه اجتماعی تا 2.5 این عدد بود، حالا همون حرفی که کف قضیه رو زدم ما میگیم. این موشک‌ها از کدوم سامانه بیشتر شلیک شدن؟ من میخوام بدونم الان درگیری با موشک‌های ایران بیشتر از سامانه فلاخن داوود بوده، از سامانه گنبد آهنین یا پیکان بوده؟ خب عملیاتی که اجرا شد که عملیات ترکیبی و پیچیده بود، عملیاتی که بارها ایران توی رزمایش‌های قبلی، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توی رزمایش‌های پیامبر اعظم این نوع از عملیات رو تمرین کرده بود که شامل عملیات پیچیده و ترکیبی حملات موشکی و پهپادی به منظور اشباع سامانه شبکه، سامانه پدافندی و شبکه راداری طرف مقابل. این اشباع توضیح برای بینندگان ببینید، هر سامانه پدافندی و هر شبکه راداری قادر یه تعداد هدف محدودی رو شناسایی و رهگیری کنه و اگر بیش از اون تعداد هدف به سمتش بیاد دیگه قادر به شناسایی و رهگیریشون نیست. یه نکته من عرض بکنم خدمت بینندگان، رهگیری یک حرفه، یعنی پیدا کردن هدف روی آسمان و دنبال کردنه. شلیک به اون هدف هم یه بحث دیگه است که در اختیار سامانه است. شما ممکنه بتونید 300 تا هدف رو پیدا بکنید، ولی تعداد موشک هایی که رو سایت
فعالیت هست محدوده، مثلا 30 تا دونه است، 30 تا رو میزنی سایت خالی میشه، باید 30 تا دیگر رو شارژ بکنی دوباره تا بتونی 30 تا رو شلیک بکنی. پس رهگیری یک بحثه، انهدام هم یک بحثه. دقیقاً همینطوره. ارتش رژیم صهیونیستی تعداد سامانه‌های، فکر کنم تعداد سامانه‌های گنبد آهنینی که توی سرزمین‌های اشغالی داره حدود 12 آتشبار هست، تعداد سامانه‌های فلاخوان داوود فکر کنم 2 گردان هست و سامانه‌های آرو یا پیکان هم 1 گردان تحت عنوان گردان هیرفمیگان هست که وظیفه دفاع از آسمان سرزمین‌های اشغالی رو به عهده داره. اما این عملیات ترکیبی که انجام شد و پرتاب همزمان پهپادهای انتحاری شاهد 136 از نقاط مختلف کشور با تعداد انبوه به سمت شبکه راداری رژیم صهیونیستی و بعد از اون شلیک موشک‌های کروز و بعد از اون در مرحله آخر شلیک موشک‌های بالستیک موجب اون شد که تو مرحله اول شبکه راداری و پدافندی ارتش رژیم صهیونیستی مشغول برخورد با پهپادهای انتحاری ما بشه و زمانی که درست مشغول درگیری با پهپادهای انتحاری ما بود، حالا نوبت موشک‌های بالستیک بود که فضا براشون آماده بود تا بتونن خودشون رو به اهدافشون در سرزمین‌های اشغالی برسونن که 3 هدف مشخص بود. یک نکته‌ای که آقای اسکاتریتر هم بهش اشاره کرده، گفته که چشم در برابر چشم و اونجا توضیح داده که ما 7 موشک، حالا حرف ایشون ها، ما هنوز تایید رسمی نداریم، شما تایید کنید حرف من و آقای اسکاتریتر درسته یا نه، 7 موشک هایپرسونیک به پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی برخورد کرده و میگه که هدف اتفاقا اون 7 بوده، هیچ کدوم هم رهگیری نشدن. این نکته رو داشته باشید، 7 موشک به پایگاه اصلی رژیم صهیونیستی که هواپیماها اونجا بلند شدن و کنسولگری ما رو در دمشق زدن، این خطای راهبردی رژیم صهیونیستی، ما اونجا رو زدیم و هیچ کدوم هم رهگیری نشدن. میگن هدف این 7 بوده، بقیه‌اش مثلا عملیات ایزایی بوده برای اینکه این 7 بخوره و این 7م دقیقاً خورده. ببینید، حالا اینکه چه نوع موشکی دقیقاً تو این عملیات به کار رفته هنوز مشخص نیست. خب ما می‌دونیم از موشک‌های اماد، موشک‌های خیبرشکن و همچنین موشک کروز پاوه تو این عملیات استفاده شده. فکر کنم موشک‌های قدر هم استفاده شده باشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه، موشک‌هایی که ما غیر از موشک فتاح که به صورت خاص موشک هایپرسونیک هست، بقیه موشک‌هایی که نام بردم در فاز پایانی حرکتشون و شیجه به سمت هدف سرعت‌های بالای 5 ماخ پیدا می‌کنن. مهمی و عظمت این عملیات اینه که خود این سامانه پیکان 3 موشکش دارای سرعت 9 ماخه، یعنی اونم خودش یه موشک پدافندی هایپرسونیکه و اینکه موشک‌های بالستیک ما تونستن از صد همچین سامانه پدافندی عبور کنن و به پایگاه نظامی نواتیم که هم مقر جنگنده‌های F-35 هم مقر هواپیماهای C-130 هم اونجا پهپاد نگهداری میشه و در نزدیکی نیروگاه اتمی دیمونا هست اصابت کنن، یک موفقیت بزرگه. پس این حرف رو تایید میکنید که این 7 که بوده، 7 حالا هایپرسونیک بوده یا هنوز مشخص نیست؟ هنوز مشخص نیست. زمین که حالا ما بخواییم مثلا بحث موشک هایپرسونیک رو کنیم، اون چیزی که تحت عنوان علمی موشک هایپرسونیک گفته میشه، موشکیه که قالب مسیر حرکتیش رو توی جو زمین حرکت میکنه و توی اون جو غلیظ زمین با اون سرعت ابر فراصوت میرسه و این موشکایی که ما الان استفاده کردیم و حالا میدونیم حداقل تا الان هیچ کدوم به اون معنای دقیق علمی کلمه هایپرسونیک نیستن و الان خیلی از موشکا تو فاز پایانی حرکتشون و شیجه به سمت هدف قادرن که به این سرعت بالای 5 ماخ. هنوز اطلاعی پس نداریم که دقیقاً چند تا موشک هایپرسونیک شلیک شده و موشکایی که خوردن به هدف هایپرسونیک بودن یا نه، ولی در حالت شیجه سرعتشون به فراصوت میرسه. یه نکته من خدمتتون بگم، نقش شهید بزرگوار دانشمند شهید حسن تهرانی مقدم، همه میدونیم پدر موشکی ایرانه و بسیار پررنگ بود توی اتفاقات ایران. بله، عکس شهید بزرگوار میبینیم در کنار شهید زاهدی. رژیم صهیونیستی بسیار از این شهید عزیز میترسید وقتی که به شهادت رسید، تیتر یک رسانه هاش شد و اتفاقی که دیشب افتاد دستپخت و حاصل رنج این شهید بزرگواره، همون جمله که تو پیام‌ها براتون خوندم که دستان جمهوری اسلامی رو انقدر بلند درست کرده تا دشمنانش رو خارج از مرزهاش تنبیه کنه. آیه تهران مقدم شما میشناخت، دیده بودید، یعنی میشناخت دیده بودید نزدیک، خب ببینم شما تو تخصصتون هست میشه، نه چه نقشی داشته توی اتفاق دیشب؟ یعنی میخوام بدونم که موشکایی که شلیک شده زمان آقای تهران مقدم تولید شدن یا نه بعد از شهادت ایشون بودن؟
خب شهید تهرانی مقدم علارغم اون نقشی که دارن در بنیانگذاری صنعت موشکی جمهوری اسلامی، یعنی یک نقش ویژه‌ای دارن و اون هم دقت افزایی به موشک‌های سوخت جامد ماست. موشک‌هایی که در دهه 90 همین موشک با نقطه زن شدن موشک فاتح 110 که مستقیما حاصل تلاش‌ها و زحمات خود شهید تهرانی مقدم و پیگیری‌های ایشون بود و این نقطه زن شدن و دقت افزایی موشک‌های ما بعداً تو نسل‌های بعدی موشک‌های سوخت جامد و سوخت مایع ما ادامه پیدا کرد و یکی از دلایل بزرگ موفقیت عملیات وعده صادق و انهدام یک مسیر، یک فضایی مثل یک باند فرودگاه، دقیقاً حاصل زحمات فردی مثل شهید تهرانی مقدم است. ولی یه توضیح هم میدید من برای اینکه مخاطبین ما در جریان باشن، تفاوت موشک سوخت جامد و سوخت مایع رو برامون ببینید. موشک ها تو سوخت جامد و سوخت مایع موتورشون و سیستم پیشرانشون با همدیگه متفاوته. تو سیستم های سوخت مایع سوخت و اکسید کننده تو دو تا مخزن مختلف هستن و موشک های سوخت مایع پیشرانشون اینجوری طراحی شده که داره شیرهای کنترلیه و شما میتونید که موشک رو به خوبی کنترل کنید، میزان سوختش و رانش، قدرت رانش و خروجیش رو کنترل کنید. اما تو موشک های سوخت جامد به این صورت نیست. سوخت و اکسید کننده با همدیگه ترکیب شدن و توی مخزن قرار دارن و موشک‌های سوخت جامد تراست و قدرت خیلی بالایی ایجاد می‌کنن و بسیار موشک‌های سرکشی هستن. برای همین هدایت موشک دقیق به سمت هدف کار بسیار مشکلیه و چند کشور بیشتر توی دنیا قادر به همچین کاری نبودن که موشک‌های تاکتیکی بالستیک سوخت جامد نقطه زن داشته باشن که جمهوری اسلامی. اطلاع دارید موشکی که دیشب شلیک شد کدومش سوخت جامد بود؟ فکر کنم موشک‌های کلاس خیبرشکن توی این عملیات استفاده شده و اونها موشک‌های تاکتیکی سوخت جامد. دست شما درد نکنه آقای طاهری، دعوت ما رو قبول کردید و نوسان اومدید.